دختری که توسط یه روانی برای 7 سال زندانی میشه. گلاسیا سلام. امروز می‌خوام فیلم روم مسئول 2015 رو ببینیم که وقتی اومد خیلی سلاسلا کرد و کلی هم جایزه خفن گرفت. این فیلم بر اساس خیلی فیلم‌های همسبک که خودش نمیاد فقط جریان دزدیده شدن و فرار کردن یه نفر رو به نمایش بذاره، بلکه میاد جریانات بعدش هم نشون میده که خیلی فیلم خاص و یونیک میکنه. اینم بگم که با الهام از یک اتفاق واقعی نوشته شده که آخر فیلم در موردش صحبت میکنم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زنی به اسم جویو میبینیم که همراه پسرش یعنی جک توی اتاق خیلی کوچیک زندگی میکنن. اتاقی که توی اون دستشویی، حموم، آشپزخونه و تخت خواب همشون با هم دیگه چسبیدن. تمام دیوارها عایق کامل صدا هستند و حتی روی سقف فقط یه دونه نورگیر وجود داره که اونم عایق صداست. هیچ وقت نمیتونن از اون اتاق خارج بشن و میفهمیم که جک تا به حال دنیای بیرون رو ندیده. هر روزم که از خواب بیدار میشه به تک تک لوازم اتاق میگه سلام. انگاری تنها دوستاش همینان. داستان از این قراره که جوی 7 سال پیش توسط مردی به اسم نیک دزدیده شد و از اون موقع توی همین اتاق کوچیک نگهداری میشه. 2 سال بعد دزدیده شدنش هم از همین مرد روانی بچه دار میشه و اونم کسی نیست جز جک. خلاصه که شرایط خیلی بده و میبینیم که جک هیچ برداشتی از دنیای بیرون نداره. همه چیزو فکر میکنه دروغن و تنها قسمت واقعی این دنیا همین اتاقه. خب جوی هم چون میدونه راهی به بیرون رفتن از اینجا ندارن، هیچ وقت به جک حقیقتو نمیگه. میکنه همین رویاهاشو برایش نگه داره و همیشه میگه که دنیای بیرون الکیه و هیچ وقت کاری نمیکنه که انگیزه بیرون رفتن داشته باشه. نیک روانی هم که دزدیدتشون هر از گاهی میاد به این اتاق، هر کاری که دلش میخواد با جوی انجام میده و تمام این مدت هم جک توی کموت قایم میشه. هر از گاهی هم براشون یه سری لوازم از جمله خریدهاشون رو میاره تا بتونن یه جوری شکم قولشون رو سیر نگه دارن. الان هم تولد 5 سالگی جکه و خب همراه جوی با چیزهای کمی که توی خونه هست یه دونه کیک درست میکنن. البته که جک اصلا انرژی زیادی نداره و خیلی هم ناراحته که چرا مادرش از نیک نخواسته براش شم بیاره. جوی هم توضیح میده مجبور بودم چیزهای اجباریمونو بهش بگم و وقتی برای شم نبود. خلاصه که یکم ناراحت این بچه، ولی به هر حال تولدش میگذره. آخر شب هم طبق معمول توی کمد میخوابه و روانی میاد پایین و کاری که میخواد و با جوی انجام میده، در حالی که جک هنوز خوابش نبرده و صدای درد کشیدن و فریادهای مادرشو میشنوه. اما خب کاری از دستش بر نمیاد. روز بعدی هم یکی از دندونهای جوی میفته و خب اونو میده به پسرش چون خیلی اصرار میکنه تا برایش نگهش داره. طبق معمول هم یه صبحونه عادی میخورن و این روز هم میگذره. روز بعدی که جک بیدار میشه با خوشحالی از جاش میپره چون یه دونه اسباب بازی ماشین کنترلی روی میزه و نیک براش اونو خریده. میفهمیم که اصلا این بچه نمیدونه که این نیک کی و چقدر آدم روانیه. تنها برداشتش اینه که نیک یه دونه جادوگره که میتونه از تلویزیون چیزهای مختلفو بیرون بکشه و براش بیاره و اصلا گاهی خیلی هم دوستش داره. اما این قضیه یکم رفته روی مخ جوی به خاطر اینکه دوست نداره نیک با پسرش هیچ ارتباطی داشته باشه و حتی صحبت کنن. از طرفی هم میترسه که موقع این روانی یه بلایی مثل خودش سر پسرش جک بیاره. ساعتی بعد هم یکی دیگه از عادتهای همیشگیشون رو میبینیم. هر از چنگاهی شروع میکنن به فریاد کشیدن توی خونه، بلکه یه نفر از بیرون صداشون رو بشنوه. اما خب انقدری در و دیوار عایقه که هیچ وقت این اتفاق نمیفته. وسط صحبتهای ساعتها بعدشون هم میبینیم که جک توی توهم خودش یه دونه سگ به اسم لاکی داره و انگار توی واقعیت باهاش بازی میکنه. جوی هم یه دفعه کلافه میشه و بهش میگه لاکی واقعی نیست، انقدر بهش فکر نکن. و خب جک هم بهش برمیخوره. ساعتی بعدم که توی خونه نشسته یه دفعه یه دونه موش میبینه. برای اولین بار یه موجودی غیر از مادرش رو نیک دیده و خیلی سوق میکنه. میخواد بهش دست بزنه که یهو مادر سر میرسه و میزنتش کنار. خب به هر حال ممکنه که 1000 تا بیماری داشته باشه و بازم جک ناراحت تر میشه. وسط همین صحبت ها قهر کردن و جوی داره غذا درست میکنه که حواسش پرت میشه و به خاطر همین یه رفعه غذا توی فر میسوزه. خیلی میترسه و شروع میکنه به بیرون کردن بو چون اگه نیک بفهمه کلی دعواش میکنه. و خب همین اتفاق هم شب میفته. وقتی نیک میاد به اتاق شروع میکنه به بحث که چرا حواست نبوده و ممکن بوده بقیه بفهمن اینجا قایم شدی. کلی هم فوش به جوی میده که در آخر اونم عصبانی میشه و جوابشو میده. همین هم کافیه تا نیک از کوره بیشتر در بره و میخواد بزنتش. اما وسط همین بحثو یه حرف مهم هم میزنه، اینکه 6 ماه پیش از کارش اخراج شده و از اون موقع خیلی پولش کم و اصلا امکان داره دیگه نتونه برای اینا غذا بیاره. جک که داره به این حرفا گوش میده یه رفعه اسباب بازیش میفته و صدا میکنه. همین هم کافیه تا نیک متوجه شه و بیاد سمت کموت. حالا جوی عصبانیه چون نمیخواد نیک با پسرش صحبت کنه و میاد سمتش. به بهونه تحریک کردنش اونو از نگاه کردن به جک منصرف میکنه و با هم میرن روی تخت.
نصف شب جک که هنوز خوابش نبرده تصمیم میگیره بیاد بیرون. میاد سمت این دو نفر روی تخت و بهشون نگاه میکنه. نیک هم بیدار رو به جک زول میزنه و میخواد دستشو بگیره که همین لحظه جوی متوجه میشه و میفته به جون جک. اما خب اون زورش بیشتر و در نهایت به جوی غالب میشه. بعدم میگه یه بار دیگه دست رو بلند کنین، کار تمومه، و از اتاق میره بیرون. حالا جک یه گوشه کس کرد و زره زیر گریه چون خیلی ترسیده و مادرش اونو در آغوش میگیره و دوتایی با هم دیگه گریه میکنن. روز بعدی که بیدار میشن خیلی هوای اتاق سرده و جوی میفهمه تمام سیستم گرمایشی قطع شده. این انتقامی است که نیک میخواد ازشون بگیره و برق قطع کرده تا از سرما یخ بزنن. ولی خب قرار نیست جوی وابده و برای همین هم شروع میکنه به پوشوندن خودش و پسرش. بعد هم که میفهمه ممکنه که خیلی اتفاقات بدتری پیش بیاد با جک صحبت میکنه. شروع میکنه به اعتراف تمام قضیه ها. میگه که نیک آدم خوبی نیست و چه بلایی سرم آورده. 7 سال پیش منو دزدیده بود و این کارا رو باهام کرد. و دنیای بیرون واقعیه. آدم‌های زیادی اون بیرونن. خیلی چیزهای قشنگ‌تری و ما باید یه جوری از اینجا فرار کنیم. بعدم میگه قبل از اینکه منو بدزده با پدر و مادرم زندگی می‌کردم و خونمون هم خیلی بزرگ بود. اما خب جک هیچکدوم اینا رو باور نمی‌کنه. میگه چیزایی که توی تلویزیون می‌بینیم همشون توهمن مال فضاییاست و دنیا همینجاست. به هر حال نمیخواد این چیزها رو توی ذهن خودش راه بده. جوی برای ثابت کردن قضیه اونو بغلش میکنه و روی نورگیر سقف یه دونه برگ بهش نشون میده. میگه ببین اون مال دنیای واقعیه. اما جوی میگه برگ ها توی دنیای واقعی سبزن، توی تلویزیون دیدم، داری الکی میگی. خلاصه که این قضیه تموم میشه. اما روز بعدی جک بیشتر به همه چیز توجه میکنه و انگار میخواد باورهاشو تغییر بده. از مادرش میپرسه از دنیای بیرون بیشتر برام بگو. اونم بیشتر براش توضیح میده و خلاصه که روز به روز اطلاعات این پسر بیشتر میشه. یه جا میرسه که مادر بهش میگه باید یه برنامه بریزیم تا بتونیم از اینجا فرار کنیم. نمیتونیم اینجا زیاد بمونیم. و نقششون هم اجرا میکنه. میبینیم که جوی یه قابلمه رو پر آب جوش میاره کنار جک. با یه دستمالی شروع میکنه به زدن آب داغ به پیشونی بچه و میخواد کار کنه که انگاری تب داره. جک خیلی ترسیده میگه دیگه نمیخوام این کارو بکنم. اما جوی میگه باید این کارو انجام بدیم، به من اعتماد کنین، تنها راهمونه. حتی برای طبیعی تر نشین دادن قضیه خودش بالا میاره و روی تخت میمالتش تا یکم بیشتر بوی مریضی بگیره. وقتی نیک به دیدنشون میاد جوی با نگرانی میگه پسرم مریض شده و حالش خوب نیست، باید ببریش دکتر. اما خب نقششون نتیجه نمیده چون نیک میگه که اوکی فردا براتون یه سری دارو میارم ولی لازم نیست از اینجا برید بیرون. جوی و جک هم که خیلی ناراحتن دوباره همو در آغوش میگیرن. اما مادر میگه نگران نباش، یه فکر دیگه میکنیم. روز بعد نقشه جدیدشون رو شروع میکنن. جوی میگه که تو باید بتونی تظاهر کنی که جونتو از دست دادی و از جا تکون نخوری. بعد با هم تمرین میکنن که چجوری بتونه از لای یه دونه موکتی که پیشیده شده خودشو باز بکنه. نقششون هم اینه که جوی میگه تو باید این کارو انجام بدی و نیک فکر میکنه که جونتو از دست دادی و تو رو با خودش میبره. وقتی بیرونی باید خودتو از لای موکت نجات بدی و شروع کنی به کمک گرفتن از بقیه. فریاد بزنی بقیه میام پیش تو، در آخر ازشون کمک بخوای که تو رو بیارنت اینجا. جک هم خیلی ترسیده اما میخواد این کارو انجام بده. وقتی نیک به اتاقشون میاد جوی روی زمین نشسته و داره گریه میکنه و جکو لای موکت پیچیده. میگه که به خاطر اینکه بچه‌مون نبوری دکتر جونش از دست داد و همینطوری زار میزنه. نیک بدون توجه به گریه های مادر موکتو میذاره روی شونه هاش و از اونجا میره بیرون. به سختی اونو میندازه پشت وانتش و سوار میشه و انگار میخواد از شر این بچه یه جوری راحت شه. وسط راه میبینیم که جک موفق میشه خودش از لای موکت نجات بده. برای اولین بار به دنیای واقعی زول میزنه و مبهوت شده. کم کم به خودش میاره، میفهمه سرعت ماشینی کمه. برای همین میپره بیرون و شروع به فریاد کشیدن و کمک گرفتن از بقیه میکنه. نیک میفهمه سری میخواد بیاد پسر رو برداره، اما خب بقیه مردم دیدنشو در آخر مجبور میشه سوار ماشینش و فقط در بره. چند لحظه بعد میبینه که مامورهای پلیس هم سر میرسن و خب جک براشون توضیح میده که چی شده و توی چه جایی نگهداری میشده. تو فاصله اتاق تا ماشین چیزهایی که دیده بوده براشون توضیح میده و همین هم باعث میشه که مامورها بتونن این محل رو پیدا بکننش. میبینیم که بالاخره جوی آزاد شده و با نگرانی میاد طرف بچهش و اونو در آغوش میگیره و با هم گریه میکنن. صبح بعدی مادر و پسر تو بغل هم توی بیمارستان چشماشون رو باز میکنن. جک هنوز باورش نمیشه که چقدر دنیا فرق داره و به همه چیز با تعجب نگاه میکنن. با هم که برای اولین بار توی جای تمیز دوش میگیرن و خودشون رو تمیز میکنن. چند لحظه بعدم بالاخره دکترها میان تا ازشون یه سری آزمایش بگیرن و مطمئنشن که حالشون خوبه. البته که جک خیلی میترسه و با هیچ کدومشون نمیتونه حرف بزنه. بالاخره آزمایش ها تموم میشن و مطمئن میشن حال این مادر و پسر کاملا خوبه. فقط بهشون میگن که باید کلی کرم ضد آفتاب بزنید چون خیلی ساله که بدنتون توی معرض آفتاب نموده و ممکنه که براتون دردسر ساز بشه. بالاخره پدر و مادر جوی هم سر میرسن. یعنی
یعنی مادرش به اسم نانسی و پدرش به اسم رابرت. این دو نفر کاملا از پیدا کردن بچه‌شون ناامید شده بودن و الان هنوزم باورشون نمیشه. ولی خب اونو تو آغوش میگیرن و از همین اول میفهمیم که رابرت زیادی از جک خوشش نمیاد. انگار اونو به عنوان نوه خودش قبول نداره، چون به هر حال حاصل یه رابطه اجباری بوده. از بیمارستان میرن و وقتی به خونه میرسن، جوی میفهمه که پدر و مادرش هم دیگه جدا شدن و حالا مادرش نانسی با یه مردی به اسم لیو توی رابطه است. توی راهشون هم کلی خبرنگار میبینن که همه میخوان باهاشون صحبت کنن، ولی خب جوی فعلا حوصله هیچ کدومو نداره. میبینیم که وقتی به خونه میرسن، جک بلد نیست تا پله ها بالا و پایین بره و جوی اینو بهش یاد میده. برای اولین بار هم با لیو، یعنی دوست پسر مادر جوی، آشنا میشن و خب این مرد واقعا فوق العاده است. رفتارش با جوی و جک عالیه و خیلی میخواد کاری کنه که حالشون بهتر بشه. یه نکته هم اینه که نانسی میگه بهتر موهای جک رو کوتاه کنیم، اما خب جک نمیذاره و به مادرش میگه موهای من بهم قدرت میدن، دوست دارم از دست بدمشون. برای اولین بار هم یه شام خوشمزه و بستنی میخورن که جک عاشقشون میشه. پدر جوی یعنی رابرت هم سر میزشونه و خیلی رفتارش با جک بده و بالاخره جوی اعصابش داغون میشه. بهش میگه که اگه پسرمو قبول نداری، حق نداری با منم در ارتباط باشی و خب رابرت هم قهر میکنه و از اونجا میره. چند روزی به همین روال میگذره و میبینیم که روز به روز جوی افسرده تر میشه. پسرش جک هم نمیتونه با دنیای واقعی کنار بیاد، چون هیچ تا حالا ندیده و مدام کنار مادرش و میترسه با بقیه صحبت کنه. هر کاری با بقیه داره در گوش مادرش میگه که اون بهشون اعلام بکنه. همش توی خودشه و تنهایی داره بازی میکنه و این لحظه به لحظه بیشتر جوی ناراحتش میکنه، به حدی که حتی حوصله صحبت و پسرش هم نداره و مجبورش میکنه همینطوری خودش تنهایی هر کاری میخواد انجام بده. با مادرش هم همش دعوا داره و وقتی که وکیلشون میاد و در مورد پرونده صحبت میکنه، میفهمن پول خیلی زیادی نیاز دارن تا بتونن دادگاه ها رو پیش ببرن. برای همینم هم جوی رو مجبور میکنن که یه مصاحبه با یه دونه گزارشگر انجام بده، بلکه ازش پول خوبی بگیرن. خب همین کارم انجام میدن، اما خیلی بد پیش میره. مجری سوالهایی میپرسه که جوی رو عصبانی تر میکنه. مثلا بهش میگه وقتی پسرت اونجا بود، چرا به اون مرد التماس نمیکردی که پسرت رو فقط ببره یه جا مثل یتیم خونه بذاره؟ تو شاید خودخواه بودی و میخواستی پسرت رو پیش خودت نگه داری با اینکه حالت خوب نبوده. و این خیلی به همش میریزه و مصاحبه در آخر تموم میشه. حالا جوی از قبلم افسرده تره و دیگه با هیچ کسی صحبت نمیکنه. روز بعدی جک نگران مادرشه، چون ازش خبری نیست و میبینه که رفته حموم. وقتی در حمومو باز میکنه از وحشت فریاد میکشه. مادرش انقدر قرص خورده که بیهوش افتاده رو زمین. دکترها سعی میرسن و موفق میشن جوی رو نجاتش بدن، اما خب برای مدتی میبرنش به یه بیمارستان روانی بلکه حالش رو کاملا بهتر کنن. تو این مدت رابطه جک هم با مادر بزرگش و لیو خیلی بهتر میشه، به حدی که دیگه باهاشون صحبت میکنه و لیو هم یه دونه سگ داره و میارتش اینجا بلکه با جک بازی کنه و جک خیلی عاشق این سگ میشه، چون مثل همون سگ خیالیش یعنی لاکیه. یه روزی میرسه که جک به مادر بزرگش میگه لطفا موهای منو کوتاه کن، میخوام برام مادرم بفرستمشون تا به اونم مثل من قدرت بده و حالش زودتر خوب بشه. مادر بزرگش هم خیلی خوشحال میشه و بالاخره موهای این پسر رو کوتاه میکنن. خیلی هم قشنگتر میشه. پسر برای اولین بار به نانسی میگه خیلی دوستت دارم. مادر بزرگش هم یکم دودله، ولی در آخر اعتراف میکنه اونم خیلی دوستش داره. جک بالاخره یه دوستم پیدا میکنه. پسر یکی از همسایه ها میاد پیشش و با هم دیگه کلی فوتبال بازی میکنن. وسط بازیشون میبینیم که مادرش جوی به خونه برگشته. با لذت پسرش رو نگاه میکنه و خیلی هم خوشحاله که بالاخره حال پسرش خوب شده. وقتی هم داره باهاش حرف میزنه میگه موهایی که برام فرستادی منو نجات دادن، خیلی بهم انرژی داد تا زودتر خوب بشم. از این روز حال هر دوشون بهتره و کلی جاهای مختلف میرن، تفریح بیشتری با هم میکنن و کلی هم بازی با هم دیگه میکنن. یه روز با هم دراز کشیدن، پسر مادرش میگه یه بار دیگه میخوام برم اون اتاقو ببینم. اونم قبول میکنه همین کارو انجام بده. وقتی به اتاق میرسن جک میگه اینجا خیلی کوچیک‌تر شده، حس میکنم که خیلی نسبت به قبل سایزش کمتره. بعدم میره سمت همه لوازمی که جا موندن و دونه دونه بهشون میگه خداحافظ و برای همیشه از این اتاق میرن. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا درخواست میکنم که لطفاً اگه ویدیو خوشتون اومد لایک بکنید. لایک شما آینده کاری کانال منو تضمین میکنه. جسی دوگارد کسی است که واقعاً این اتفاق براش افتاده بود و خیلی هم بدتر از این. جسی توسط یه زن و شوهر توی سن 11 سالگی دزدیده میشه و 18 سال زندانی اونا میمونه و هر کاری این مرد میخواد باهاش انجام میده. این مرد روانی در آخر باعث میشه که این دختر دو تا بچه به دنیا بیاره و
بدبخت و فکر کن اولین بچهش توی سن فکر می‌کنم 13 یا 14 سالگیش بوده. خیلی دردناکه این قضیه. اما خب جسی مثل جوی فیلم ما هیچ وقت عمرش رو دست نداد و در آخر هم موفق شد که از اون زندگی نکبتبار فرار کنه. جسی الان خیلی موفقه، کتاب در مورد داستانش نوشته، کلی غرامت از دولت گرفته به خاطر اینکه به خاطر اشتباهات پلیس بوده که این همه سال زندانی بوده و خلاصه زندگیش الان خیلی خوبه. ولی نکته مهم اینه که هیچ وقت عمرش رو از دست نداد، با اینکه توی حالتی داشت زندگی میکرد که هیچ کس نمیتونست بهش بگه حق ناامیدی نداری. خواستم بگم که فکر نکنید اینا فقط توی فیلم اتفاق میفته. داستان روم در اصل فیلمش با اقتباس از یه رمان نوشته شده، ولی خب اون رمان از این اتفاقات واقعی نوشته شده بوده. به نظرم بهترین نکته قوت این فیلم همین قضیه هست که میاد بعد از سانحه رو هم به نمایش میذاره، یا همون PTSD، مشکلات یا استرس که بعد از که سانحه برای یه نفر اتفاق میفته، افسردگی که بعدش میگیره و اینکه هر لحظه باید با اون اتفاقات دست و پنجه نرم کنه و با اونا زندگیشو بگذرونه، اینکه یاد بگیره باید با این تجربه کنار بیاد و بالاخره برگرده سر زندگی خودش، که به نظرم بدترین مرحله یه سانحه تو زندگی یه آدمه. چون میدونی من خودم خیلی وقت جای همچین کسی میذارم و توی ذهنم تصور میکنم که من اگه جاش بودم چیکار میکردم، و هر وقت بهش فکر میکنی میبینی که توی اون لحظه واقعا نمیفهمی چه اتفاقی داره برات میفته. مثلا وقتی تو اون اتاق زندانی و یه هفته غذا بهت داده نمیشه، به این فکر نمیکنی که وقتی بری بیرون میخوای چیکار کنی، یا به این فکر نمیکنی که چقدر کار اون طرف مثلا غیر انسانیه، چقدر یارو عوضی این کارو میکنه. تو فقط به این فکر میکنی که من چجوری زنده بمونم، اصلا فکر سمت این چیزها نمیره. و خب همین باعث میشه که دونه دونه اینا توی ذهنت نگهداری بشه. وقتی که آزاد میشی، وقتی بالاخره مغزت باز شده، یهو همشون بیان تو سرت، و خب این باعث میشه که بدترین مرحله رو بخوای بگذرونی. باعث میشه که خیلی وقت ممکنه بعد از اینکه نجات پیدا کردی ناامید بشی، تازه بفهمی چقدر در حقت اجحاف شده و تازه از همه چیز ببری. اینو گفتم به خاطر اینکه تو این فیلم به بهترین شکل نشون داده میشه و به نظرم همه باید ببینن تا درک کنن که بعد از سانحه چقدر توی زندگی یه انسان نجات یافته مهمه. تو ممکنه که یه آدم سروایور باشی، ممکنه از بدترین چیزها نجات پیدا کرده باشی. گفتم اون جسی دنیای واقعی بعد 18 سال نجات پیدا کرد، ولی اگر کسی دنبالش نمیرفت، اگر اون نگهداری های بعدش نبود، اگر پیش هزار تا دکتر روانشناس نمیرفت، معلوم نبود که بتونه حتی 6 ماه بعد اون 18 سال زنده بمونه. شما یه ماه از دنیا به دور باشی، از حال بقیه بی خبر بمونی، وقتی برمیگردی کلا یه جوری ته. نمیدونی چی شده، همش نگران اینی که شاید چیزی رو از دست داده باشی. فکر کن 18 سال یه جایی افتاده باشی که اصلا ندونی بیرون چه خبره، ندونی کسی دنبالت میگرده، ناامید شده بازی از اینکه پدر مادرت منتظرتن، اصلا از یه مرحله شاید 2 سال دووم بیاری، 3 سال، 7 سال، 10 سال، سال 11 میگی دیگه من قرار همینجا بمونم، برای چی انقدر تلاش کنم، اصلا برای چی بخوام امید به چیزی داشته باشم. دیگه اصلا فکر آزادی و تموم شدن این قضیه از سرت میره، وقف میگیری با اون شرایط، دیگه اصلا دنبال تغییرش نمیری و همین خیلی جریانو دردناک میکنه. حالا میگم تو متصور کن دیگه از این مرحله، از سال 11 تا سال 18، یعنی 7 سال زندگی همونطوری گذشته، دیگه اصلا فکر نمیکنه که چرا طرف داره این کارو با هم میکنه، چقدر این کارشون غیر انسانیه، چقدر شرایط بده، همه اینا تو سرت انباشته میشه، جمع میشه. بعد 18 سال میای بیرون، یهو بهت حمله میکنن، اصلا دیوونه میشی. ببخشید زیاد حرف زدم، خواستم اینو بهتون بگم به خاطر اینکه درس فیلم به نظرم خیلی مهمه و باید همه حداقل یه ذره بلد باشنش. در مورد خود فیلم هم میخوام صحبت بکنم. یکی از بهترین چیزهاش فیلم برداریشه. شما فکر کن داری توی یه اتاق خیلی کوچیک تمام فیلمو میگذرونی، حداقل نصف فیلمو، و اون نصف فیلم به بهترین شکل نمایش داده میشه. بازی شخصیت رو هم که اصلا نگم براتون، یکی از بهترین بازیگری ها رو توی این فیلم میتونید ببینید و پیشنهاد میدم یه بار تماشا بکنیدش. شاید هیجان زیاد بالا نباشه و از یه جایی یکم یه نواخ پیش بره، ولی لحظه به لحظهش درس ها و دیالوگ های مهمه. یکی از بهترین دیالوگاش هم همون جایی هستش که آخر فیلم برمیگردم به اون خونه و جک میگه که حس میکنم اینجا کوچکتر شده. این خیلی جمله خفنیه، خیلی معنا پشتش داره. یعنی جک بعد از اینکه آزادی رو تجربه کرده، بعد از اینکه دنیای واقعی رو دیده، تازه فهمیده که اینجا کوچیکه. اصلا قبلش تصور نمی‌کرد کوچیک بودن یعنی چی. فهمی کردم اون خونه همه چیش عالیه. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. امیدوارم همیشه از هر اتفاقی به دور باشید. لایک، کامنت، سابیارتون نره. روزتون هم گلسی.